به نام خدا و با عرض سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال پلاس خوش آمدید. خبر تازه، دست کم 47 جنگجوی طالبان در قندوز و بغلان کشته شدند. وزارت دفاع اعلام کرد که نیروهای دولتی طی 24 ساعت گذشته با اجرای عملیات و دفع حملات طالبان 47 جنگجوی این گروه را در ولایت‌های قندوز و بغلان از پا درآوردند. این وزارت امروز دوشنبه 3 اسفند در خبرنامه‌ای گفت که حملات و پلان‌های وسیع حمله‌های تهاجمی طالبان از سوی نیروهای دولتی دفع شده است. بر اساس خبرنامه، در جریان عملیات نیروهای دولتی در مسیر شهرهای قندوز، خان‌آباد و حومه‌های مرکز این ولایت 25 طالب کشته شده و 11 نفر دیگر آنان زخمی شدند. در خبرنامه وزارت دفاع آمده است که نیروهای هوایی در ولایت بغلان نیز با اجرای حمله متقابل 23 جنگجوی طالب را کشتند. وزارت دفاع در مورد تلفات نیروهای دولتی چیزی نگفته است. گفتنی است که اخیراً حملات طالبان در شمار از ولایات افزایش یافته است. در تازه ترین مورد، شب گذشته طالبان به مرکز ولسوالی دی‌1 غزنی حمله کردند. در این حمله که با انفجار یک موتور بمب گذاری شده به همراه بوده، 3 نیروی امنیتی کشته شدند. و همچنان انفجار در هرات 5 کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گفته منابع صحی، بر اثر انفجار در یک خانه مسکونی در شهر هرات 1 زن کشته شده است و 4 نفر دیگر زخم برداشتند. محمد رفیق شیرزای سخنگوی ریاست ساعت عامه هرات می گوید که این رویداد صبح امروز دوشنبه 3 اسفند در منطقه در رب خور شهر هرات رخ داده است. با گفته او در انفجار 1 زن 30 ساله کشته و 4 نفر دیگر به شمول 2 کودک زخمی شدند. زخمیان همکنون برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. تا کنون نوعیت این انفجار مشخص نشده است. پلیس هرات هم در این مورد هنوز چیزی نگفته است. همچنان یک خبر دیگر، طالبان برای مذاکرات داخلی هیئت 20 نفری را تشکیل دادند. اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان میگویند هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه یک تیم 20 نفری را برای مذاکرات بین الافغانی تعیین کرده است. گزارش شده که 13 عضو این هیئت اعضای شورای رهبری طالبان که تقریبا نیم از کل اعضای این شورا را تشکیل میدهند. شیر محمد عباس سانگزی عضو هیئت طالبان به خبرگزاری اسوشیت پرس گفته است که این تیم مذاکره کننده صلاحیت تعیین آجندا، تصمیم گیری روی استراتژی و حتی امضای توافق با حکومت افغانستان را دارد. سانگزی گفته است این یک تیم قوی است. تیم مذاکره کننده هم صلاحیت های تصمیم گیری را دارد. انتظار می رفت مذاکره میان دولت افغانستان و طالبان در 20 اگست سال جاری میلادی در دوحه قطر آغاز شود، اما این مذاکرات به دلیل تأخیر در رهایی 400 زندانی خطرناک گروه طالبان به تعویق افتاده است. این 400 نفر بخشی از فهرست 5000 نفری طالبان است که در توافقنامه دوحه رهایی آنها به عنوان پیش‌شرط آغاز مذاکرات بین الافغانی ذکر شده است. از میان 400 زندانی باقی مانده طالبان، حکومت 80 تن آنها را رها کرده است، اما میگوید که 320 نفر دیگر به دلیل مخالفت شمار از کشورهای متحد افغانستان رها نشدند. در همین حال به گفته مقامهای حکومت افغانستان اخیراً حملات و خشونت طالبان افزایش یافته است. به گفته این مقامها افزایش خشونت مردم را نسبت به روند صلح ناامید می کند. موازه نامنعطف طرف ها، سرنوشت آغاز مذاکرات بین الافغانی همچنان مبهم است. خبرگزاری 8 صبح کابل، مهر تایید لوی جرگه مشورتی صلح بر رهایی زندانیان باقی مانده طالبان نتوانسته است بنبست آغاز مذاکرات مستقیم را بشکند. حکومت پس از رهایی 80 زندانی خطرناک این گروه، روند رهایی سایر زندانیان را متوقف کرد، زیرا به گفته مقامات روند رهایی 1000 زندانی نیروهای امنیتی از سوی گروه طالبان تکمیل نشده است. به گفته مقامات، حکومت تنها زمان زندانیان باقی مانده را آزاد می کند که اسیران نیروهای امنیتی بلاوه شمار از کماندوهای افغان از سوی طالبان آزاد شوند. تا
طالبان هرچند میگویند که آغاز مذاکرات تا زمان آزاد نشدن کامل زندانیان طالبان محتمل نیست، اما به گفته این گروه در صورت آغاز مذاکرات حاضرند همه زندانیان باقی مانده ایشان را متناسب با توافقنامه صلح دوحه با حکومت تبادله کنند. در همین حال امریکا که پیش از این بر اساس توافقنامه دوحه و اعلامیه مشترک کابل واشنگتن در حل تنش‌ها میان دو طرف نقش تسهیل کننده ای را داشت، اکنون تنها به تذکر دادن برای دو طرف بسنده کرده است. آگاهان سیاسی با ابراز نگرانی از موقف گیری های دو طرف و سکوت امریکا می گویند که نیاز است طرف های گفتگو کننده انعطاف پذیر باشند و بن‌بست‌ها فرارای صلح را هر چیز زودتر بشکنند. جنجال ها بر سر تبادله زندانیان با وجود گذشت حدود 6 ماه هنوز پایان نیافته است. با آنکه لوی جرگه مشورتی صلح در 19 مسعد تایید کرد که 400 زندانی گروه طالبان از زندان ها آزاد شوند، اما این روند تا کنون تکمیل نشده است. این جرگه در ماده دوم قطعنامه تصریح کرد که برای رفع موانع فرارای آغاز مذاکرات صلح، قطع خونریزی و رعایت مصلحت ها رهایی 400 زندانی طالبان را تایید می کند. با این حال در ماده هفتم این قطعنامه تصریح یافت که با توجه اقدام حکومت در راستای رهایی زندانیان طالبان، این گروه نیست باید مکلفیت هایش پیرامون رهایی هم اسیران ملکی و نظامی دولت را بجا آورده و آنان را رها سازد. حکومت اما به تازگی روند رهایی زندانیان باقی مانده طالبان را پس از رهایی تنها 80 زندانی این گروه متوقف کرد. مسئولان در شورای امنیت ملی تصریح کردند که روند رهایی زندانیان تنها زمان آغاز می شود که این گروه روند رهایی 1000 زندانی نیروهای امنیتی را تکمیل کند و علاوه بر آن حدود 24 کماندوی افغان را آزاد سازد. اکنون منابع آگاه از روند صلح می گویند که حکومت حتی 1 اینچ از این موقفش باز نگشته است و انتظار رهایی زندانیان نیروهای امنیتی را می کشد. از سوی هم مسئولان دفتر سیاسی طالبان در قطر پیشتر بر روزنامه 8 صبح گفته بودند که این گروه بر اساس بخش اول توافقنامه صلح امریکا و طالبان در دوحه 1000 زندانی نیروهای امنیتی را آزاد کرده است و سایر زندانیان نیز در جریان 3 ماه پس از آغاز مذاکرات بین الافغانی آزاد خواهد شد. این گروه تصریح می کند که مذاکرات بین الافغانی تا زمان کامل نشدن روند رهایی 5000 زندانی طالبان آغاز نمی شود. بر این ترتیب دو طرف در جریان روزهای اخیر پیرامون رهایی زندانیان انعطاف اندک نشان نداده است. تشکر که تا آخر ویدیو با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر کانال را سابسکرایب نمایید.